خرید هفتگیه دیگه، این واسه یه هفتهیه یه منه، حالا بعضیا. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم کافلند با دستمزد روزانه یه کارگر ساده ببینیم چه چیزایی میتونیم بخریم. اول میوه میخریم، من سیب میخوام، میوه دو تا برداریم کافی. له شد دیدی؟ موز زمستون شده بود 1.45 یورو، الان ارزونتر شده. اونو دارم، چند تا دیگه برمیدارم. باید اینا رو وزن کنیم دیگه، هر چی برمیداریم خودمون باید وزن کنیم. تو کافلن باید خودت وزن کنیم. یه بسته سیب زمینی 2.5 کیلو هم برمیداریم، 3.5 یورو گرون شده. قبلن این گرون نبود، اینقدر قبلن این همه گرون نبود، ارزونتر بود. ولی حالا 1 کیلو پیاز میخریم 2 یورو. نه این خوبه. این هم پیاز، بعد بدون این فلفل دلمه کیلو 3 یورو. حالا با تخفیف من یه دونه کلن برم دارم. وزن میکنیم همه رو، میذاریم کنار. وزنش کردم، یه دونه شد 54 سنت. موزم شد 1.26 یورو. سیب شد دوتاش 76 سنت. یه دونه روغن زیتون هم بهم داریم 4 یورو با تخفیف. حالا 5 یورو بوده 750 میلی. این هم 4 یورو. شکلات هم تخفیف برده. حالا دو بسته بهم داریم، خیلی خوشمزه از کنوفه. یوگرت نه، یوگرت دوست دارم، شکلاتی دوست دارم، بلک اند وایت. این هم شد دوتاش 3 یورو. هویج کیلویی 2 یوروه. من 1 کیلو نمیخوام، این خراب میشه میمونه. دو سه تا برمیداریم حالا، دو تا اینا سه تا وزنش کنم. 60 سنت شد. بچه آبزو نمیخرم، مهدی میخرد. حالا گفتم قیمتشو ببینید، بسته 20 تایش 11 یورو و نیمه با تخفیف. البته قنباخه حالا یه برند معمولیه، یه بسته خرید. درسته قرار حله حوله نخریم، ولی حالا یکی دو تا بیسکویت هم برمیدارم. خب این هم جزء اقوام اساسی غذایی حساب میشه دیگه. خب نونوایی اومدیم، من زیاد نونخور نیستم، برنج خورم بیشتر. بعد حالا واسه صبحونه یه باگت برمیدارم 70 و 100. و اما گوشت و مرغ، ما اول مرغ بخریم بعد بریم گوشت هم میخریم. من رون دوست دارم، یه بسته بون 2 کیلو، 6.49. سینه مرغ هم کیلویی چند؟ 9.70. خب مشخص سینه مرغ گرونتره. برای گوشت قرمز من حالا میخوام سخت کرده بخرم. اونایی که آبی دنگن گوشت خوک دارن، اونایی که قرمزن گوشت گاو هم. ببینید 90% گوشت خوکه بازار. حالا اینا دوست دارن اینو. من همیشه گوشت گاو و گوشت گوسفند که پیدا نمی‌کنین توی فروشگاه آلمان، باید بریم فروشگاه ترک، اینجا ندارن. گوشت گاو اینجوری تیکه تیکه و مثلا درسته اینجوری هم بخواین، کیلوی حدود 10 یورو 12 یورو و 14 یورو، حالا بستگی داره کدوم قسمت گاو باشه. حالا من زیاد سوسیس خور و حله حوله خور نیستم، ولی حالا یه دونه برمی‌داریم، قیمتش 2.7 سنت برای مرغ. این مرغ حالا اکثرا خوکه، 90% سوسیساشون خوکه. بعد تا الان اینا رو خریدیم، همینجوری سرانگشتی بگم 20 و خورده یورو بکنم خرید کردیم. و اما تونه ماهی، تونه ماهی هم یه دونه معمولیشو برمیداریم توی روغن آفتاب گردان. من خونه 10 تا دارم، واسه هم این کم میخرم، فقط میخرم شما ببینیم. اگر نه اینا رو وقت تخفیف میخوره معمولا ما یه جا مثلا یه بسته میخریم تقسیم میکنم بین بچه ها. بچه از قصابی هم میخواییم گوشت بخریم، قیمت ها شدودن با قیمت کارخونه و بسته بندی یکی. حالا ما میخواییم گوشت سرخ کرده گاوی بخریم، عمده گوساله است، حدود کیلوی 10 یورو. 1 کیلو الان میخواییم شد 10 یورو 36 سنت 1 کیلو. یه دونم شیر برمیداریم حالا 1.15 سنت قیمتشون پایین. و شیره با مارکه بهتر هم هستش، ولی اونا گرونتره دیگه، مارک خود کافلن. و اما ماست، ماست 1 لیتری چنده 2.39.
یه لیتری با تربیه 10% خامه ای. بچه یه طرف پنیر سکونه هم برمیداریم، یک و شست هم اینجا پنیر نمیخوره. اه پنیره. و اما برنج، من برنج خورم زیاد. برنج باسمتی میخریم، یه ذره شبیه برنجایی که تو ایرانه، حالا برنجای دیگه کتهشون در نمیاد، خوب نیستش. این کته خوب میده، برنج باسمتی دوتا برمیداریم، دونه 3 یورو. مثلا به عنوان مثال آقا مهدی، پارسال برنج باسمتی چند بود؟ البته نبودی فکر کنم، تازه اومد. این 2 یورو بود. خریدم 2 یورو. آره. نه من 2 یورو خریدم، بعد با تخفیف همیشه 1.69 هم می‌خریدم. الان شده 3 یورو تازه با یه تخفیف اندک. چه برای پاستا هم حالا یه دونه برمی‌داریم، قیمت تخفیف کرده 95 سنت. این ماکارونی هم داریم. ماکارونی کجا می‌ذارم؟ مهدی میگه اینا هم خوشمزه است، شبیه ماکارونیه. باید با سوسش بخریم بخوریم. یه دونه برمی‌داریم 2.60. غلاته دیگه با فرق نمیکنه ماکارونی هم. حالا یه دونه ماکارونی هم برمیداریم، من خیلی دوست دارم، هفته دو بار درست میکنم. یه غلات دیگه هست، این هم میذاریم اینجا. امیدوارم از 50 یورو بیشتر نشه. یه سس هم میخریم، پستو، برای برند خود کافلند ارزوم، حالا برند خوبش هم هست، 3.6. و هم آجیل، من دوتا بسته آجیل مخلوط برمیدارم 200 گرمی، هر یه بستهش 1.89. البته کلاسیکش هم میتونی برداری. آجیل کیلویی معمولا مخلوطش 10 یورو 12 یوروه. حالا آجیلای بهتر که برند های خیلی خفن تریه، کیلویی 23 یورو هم هستش. ما از اینا نمیخریم. یه دستمال کاغذی هم لازم داریم، حالا برمیداریم. رست مواد غذایی نیست ولی حالا برداشتم. 1.25. مهدی رو گم کردم بچه، پیداش نمی کنم. پیدا کنم خریدامون تمام شده، میریم خونه. خب بس این که شد کل خرید ما 50 یورو نشد، شد 55 یورو. در واقع قبل مالیات شده بود 51 یورو، با مالیات شد 55 یورو. بعد خرید هفتگی دیگه، این واسه یه هفته یه منه. حالا بعضیا خرید ماهیانه مواد غذاشون کمتره، بعضیا بیشتره، بستگی به صورت غذا میخورن. یه چیزی یادم رفت بگم، اونجاتون یه ذره شلوغ بود، یادم سخت بود فیلم بگیرم، اینکه دو نوع مالیات برای مواد غذایی تعلق میگیره. عکس رسیدو میذارم اینجا، خودتونم ببینین. یه سری مواد غذایی مثل آبجو، مشروبات الکلی یا یه چیز دیگه 19% مالیات بر ارزش افزوده دارن. بقیه مواد غذایی همونطور که توی رسیدم میبینین 7% مالیات بر ارزش افزوده دارن. ایران 13%. بعد خیلی کامنت گذاشته بودن که آلمان مالیات ها وحشتناکه، یه بار حقوق میگیری مالیات میگیرن، از همون پولی که گرفتی و مالیاتشو پرداخت کردی دوباره باید یه مالیات دیگه واسه مواد غذایی بدیم. خب ایران هم بقیه کشور، همه کشورها همینن. درسته حقوق، مالیاتی که برای حقوقتون تعلق میگیره یه ذره بیشتر از کشورهای دیگه است، اونم همش مالیات نیست. میگن توی آلمان 40% 35% باید مالیات بدی. واقعا اینجوری نیستش. مالیاتی که میدی یه بخشیش برای حقوق بازنشستگیته، یه بخشیش برای بیمه درمانیته و یه بخشش هم برای مالیاتی که دولت برای خودش برمی‌داره. حالا اونایی که مسیحی هستن نمیدونم مالیات کلیسا اینا هم میدن. حالا یه سری مواد غذایی که گران شده بود قیمت سال قبلش هم گذاشتم همینجا، تو در طول ویدیو دیدین. در کل هزینه ماهیانه که برای مواد غذایی ما خرج میکنیم، سال پیش من به شخصه 150-170 یورو خرج میکردم، دو اون حدودا الان 240 یورو حدودا میانگین خرج میکنم. برای یکی دو ماه هم میذارم اینجا، چون من همه خرجام توی یه اپلیکیشن مینویسم هرچی خرج کنم و اونجا دستبندی میشه خودش اوتوماتیک و خیلی خوبه. و اینم بگم که هزینه تفریحات توی آلمان هم گرونتر شده. مثلا کلاب میری یا مثلا میری بار نوشیدنی بخوری، خب اینا هم طبیعتاً حدود 15-20% گرونتر شدن. اینم بگم که یه سری پرسیده بودن این حقوق پایه که 12 یورو ساعتی هستش بعد مالیات یا قبل مالیات. مالیات به حقوق ماهیانه تعلق میگیره، حقوق ساعتی مالیاتی نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که 12 یورو قبل مالیات یا بعد مالیات. حقوق ماهیانه که میگیریم بالای 960 یورو، 931 یورو تو بعضی کیسا باشه، مالیات تعلق میگیره. حالا مالیات پایینیه اون حدودا، ولی هر چقدر درآمدتون بیشتر باشه خب طبیعتا مالیات بیشتری میدین. و مثلا یه دانشجو که اینجا داره ماهی 10 روز اجازه کار داره و داره ماهی 10 روز کار میکنه با حقوق پایه مثلا 12.5 داره کار میکنه،
ما اون 10 روز حقوقش میشه 1000 تا، این 1000 تا مثلا نهایتش 20 یورو بهش مالیات میخوره و حالا یه بیمه بازنشستگی هم ازش کم میشه مثلا 50 یورو، 930 یورو اینا دستشو میگیره، 950 یورو دستشو میگیره، میشه همون چیزی که اداره مهاجرت میخواد. یعنی باید یا این درآمد رو داشته باشین یا این تمکن رو توی بانک بذارین موقع تمدید ویزاتون اینجا. و همونطور هم که میدونی کلا 120 روز در سال اجازه کار داره دانشجو اینجا، یعنی میشه ماهی 10 روز به صورت میانگین. و شما میتونید بعضی وقتا که فرصتش رو داریم بین دو ترم هست یه ماه کامل دو ماه کامل بری سر کار، ولی مهم اینه که در آخر سال بیشتر از این روز نباید کار کنیم و اگر نه به مشکل میخوریم. و اگر مثلا یه روز زیاد کار کنیم، مثلا من یه ماه تمام وقت سر کار رفتم، حدود 400 500 یورو از حقوقم کم شده بود به خاطر اینکه زیاد کار کنی 2000 تا در بیاری، خب مالیات زیاد باید بدی و دولت این پولو میگیره. البته اینم بگم همش مالیات نیست، بیمه بازنشستگیه، همون پولی که میره تو صندوق بازنشستگیتون. و در کل بگم که وضع خورد و خوراک اینجا خیلی خوبه نسبت به درآمد. با حقوق 2 روزتون میتونید به صورت خیلی خوب همه چیز آجیل، میوه، سبزیجات، گوشت و به مقدار کافی بخورین، هر چقدر دلتون میخواد در طول ماه. و حالا یه سری هستن اینجا مثلا کمتر غذا میخورن، مثلا دخترها با ماهی 120 یورو میتونن ماه سر کنن، ولی معمولا پسرها زیاد، من دوستایی که دارم هم همین حدود خرج میکنن، 240 250 گاهی 260 سرن خرج میکنن و خرجشون یه ذره بیشتره. در کل نسبت به ایران، نسبت به درآمد مقایسه کنیم، خب اینجا قطعا خیلی بهتره، قابل مقایسه با ایران نیستش. قدرت خرید مردم حتی بعد زنگ و بعد این همه تورم واقعا بالا هستش. همین بود ویدیو، دیگه توضیح دیگه به ذهنم نمیرسه. اگه سوالی دارین زیر ویدیو کامنت کنید حتما جواب میدم. اگه در مورد موضوع خاصی هم میخوام ویدیو بسازم و توضیحات بدم حتما توی کامنت ها بگین، همه هر اطلاعاتی بخوام بهتون میگم. و تا ویدیو بعدی، خداحافظ.